بسیار خوشحالم از اینکه در جمع شماها قرار گرفتم. شاید خیلیاتون دوست داشته باشین بدونین که من چه جوری شروع کردم. من میخوام داستان شروع کردن کارم رو برای شما بگم. زمانی که من خیلی بچه بودم، یه روز مادر من خونه نبود و من تصمیم گرفتم ناهار که پدر میاد خونه براش غذا درست کنم. اون موقع من هیچی از آشپزی نمیدونستم. اون زمان خیلی مرسوم بود به این که هلوپز استفاده میکردم. من دیده بودم تو خونه. یه مقدار برنج ریختم تو پلوپز و آب ریختم و نمیدونستم باید پاکش کنم. برنج نمک میخواد، روغن میخواد. زدم به پیریز. برنجه داشت آبش ترک میکشید. گفتم خب برنجه خالی که نمیشه من درست کنم. بذار عدس پلوش کنم. یه سری عدس نشسته رو من به این برنجی که آبش کشیده شده بود اضافه کردم. و بعد مجددن روش آب ریختم. هی من میدیدم دونه های برنج داره خورد میشه، عدسه نپختم. مجدداً آب میریختم. هی هم پلوپز روشن میکردم. زور شد و پدر اومد خونه. خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه تمام رفتگانتون. من وقتی که این پلوپز رو برگردوندم، دیدم یک تهدیگ سوخته، یه چیز قش کرد وسط دیست، یک آب سیاهی از زیر این را گرفت. حرفی که من زدم گفتم که من که کاملا سیرم. خب گذاشتم جلو بدن. پدرم کشید تو بشقابش. عاشق اولو که گذاشت دهنش، چشتون روزا برد نبینه، یک دونه ریگ بزرگ گفت ترق. گفتم دندونش رو شکندم. همجوری چشم مونده بود. قرد دادونم. عاشق دومم خب، سومم خور. گفت عجب غذای خوشمزه ای. مرسی، مرسی. این حیف من بخورم. من امروز سر کاری. اینو بذار برای شب که من کاملا گرسنه نباشم تا با اشتها اینو بخورم. من همینطوری موندم. گفتم باش. وقتی پدر رفت سر کار، من گفتم من باید کار ظهرم رو جبران کنم. اون موقع خدا رحمت کنه خانم روزا منتظمی رو، ما یه دونه کتاب داشتیم به نام روزا منتظمی. نه دانشگاهی بود، نه آموزشگاهی بود، نه مجله‌ای بود. کتابای دیگه هم از روی اون کپی پیست شده بود. رفتم بیرون و یه دونه کتاب آشپزی دلپذیر گرفتم. اصلا نمیشناختم. اومدم که داشت بازی دارین دلپذیر رو بهم داد. اومدم خونه یه خانومی تو خونمون بود به نام فاتح خانم. با اون یعنی دویدم تا شب ها. ببخشید. شب تونستم دو سه جور غذا درست کنم و یه میز رنگی بچینم. پدر که اومد خونه گفتم بفرمایید. من اینا رو درست کردم. دیگه چه خوشحالی تو صورتش بود خدا میدونه. همون روز بود که تصمیم گرفتم. گفتم من باید یه زمان حرفی برای گفتن داشته باشم تو ایران. هدفم اون لحظه که شاید 10-11 سالم بود انتخاب کردم و شروع کردم. مادرم هم خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو، ایشون هم دست پخت خیلی خوبی داشت. از مادر آموختن و هر کسی که دستی به آتیشی داشت از اونا آموختن. خواهرم 10 سال از من بزرگتر بود، تو انگلیس درس میخوند. تابستونا که میرفتیم پیش ایشون، من کاری که میکردم فقط خواهش میکردم که منو کلاس آشپزی ثبت نام کنید، چون تو ایران هیچی وجود نداشت. میرفتم کلاس آشپزی. درد سرتون ندم. سال 1362 اولین کتاب تزیین سبزیجات و میوه آراییمو چاپ کردم و توی ژاپن مقام گرفتم. و همینطور ممنون از همتون. و همینطور پیش رفتم تا سال 1370. من 30 عنوان کتاب داشتم. کتاب هایی که بسیار پرتیراژ شده بود و به چاپ 57 و 8 رسید. من ممنون از شما.
مرسی. من ممنون از محبتتون. حالا این داستان ادامه داره، این یک داستانه. من کم کم سال 70 استانداردهای آموزشگاه رو برای سازمان فنی حرفه‌ای کل کشور تدوین کردم. همه اون موقع منو مسخره می‌کردن. میگفتن قیمه قرمه چیه که شما میخوای آموزشگاهش رو بزنی، استانداردش رو بنویسی. 3 سال رفتم سازمان فنی حرفه‌ای تا قبول کردن من این استاندارد رو بنویسم. همین مدارک آشپزی 1 و 2 هست. اون زمان من تدوین کردم آشپز 1، نمیم شیر قناد 1، آشپز 2، قناد 2. رفت رو سایت سازمان فنی حرفه‌ای، آموزشگاه رو راه انداختم. اگر به خاطرتون باشه سال 73 برنامه های تلویزیون ایران رو شروع کردم. همینطور پیش رفتم و کم کم از آموزش کناره گرفتم، سر می زدم به آموزشگاه. بیشتر روی تحقیق و پژوهش خوراکای ایران کار کردم. دیدم ای بابا، ما چه فرهنگ قوی توی خوراک ایرانی داریم و خودمون خبر نداریم. در مقطع زمانی که من دنبال زدن آموزشگاه بودم، اولا در همه جای دنیا دکترای این رشته رو داشتن و تو ایران مسخره میکردن، در صورتی که فرهنگ آداب و پذیرایی و خوراک در بیشتر کشورها از ایران رفته. توی کشورهای عربی 100% فرهنگ خوراکی ما رفته. تو کشور آسیای صغیر که امروز ترکیه مینامیم 90%. و هندوستان که یک کشور بسیار غنی بود، خودش کشور با فرهنگی رفت بود، 50% خوراکای ما رفته اونجا. برای همین اونا هیچ ابایی ندارن، به راحتی توی دبستان آموزش میدن در چه تاریخی خوراکای ایرانی وارد کشور ما شد و اسم این خوراکا رو با نام فارسی میخونن. این برای من خیلی جالب شد. هی شروع کردم تحقیق کردن، دیدم فینگربولی که تو خارج از ایران دارن استفاده میکنن برگرفته شده از آفتاب لگن ماست. سرویس فرانسوی که میچینن، بشقاب اضافه‌ای که بشقاب یه دونه بی ام بی داریم، یه دونه بشقاب اضافه داریم دیگه، اگر نمیدونم تو سن من یا بالاتر باشن یادشونه که اون زمانهای قدیم ما میگفتیم بشقاب زیرپوستی. یعنی تو قهوه خونه های سنتی که میرین دیدین استکان نلبکی ها رو میذارن توی سینی کوچیک، تو سینی بزرگ میذارن. اون همون دیشپلیتیه که خارج از ایران داره استفاده میکنه. بعد راجع به فرهنگ خارج از ایران خوندم، او واقعا همه اینا از ایران سفر کرده رفته اونجا و ما خودمون نمیدونیم کی هستیم. برای همین اومدم آداب پذیرایی ایرانی رو نوشتم و کتابام که پرتیراژترین کتاب ایران بود، چون روی ادویه ها کار کرده بودم، به ترکیبات جدید رسیده بودم، اون کتابای قدیمی رو 30 عنوان رو متوقف کردم. تا 5 سال تمام ناشری می اومدن دم محل کار من، می گفتن خانم اینه شما به هیچی کار نداشته باش، ما خودمون چاپ میکنیم. می گفتم چاپ نمی کنم. همسرم همیشه به من میگه که شما بیزنس وومن نیستی، شما آدم هنری و کارشناسی. رفتم کسب و کارم خوندم، ولی باز عاشق کارم هم، توی عمق کار فرو میرم. شروع کردم کتاب دایره المعارف آشپزی ایران رو نوشتم. از خروشخانه ایران باستان تا آشپزخانه هر استان. و یه دونه کتاب تکنیک و نکات آشپزی که تمام فوت و فن آشپزی رو توش آوردم و یه دیویدی تهیه کردم. که توی اون دیویدی کاملاً با اسناد و مدارک. ببینید شما الان اگر بزنین تو اینترنت بگین کارد و چنگال کی وارد ایران شد، برای شما میاد در زمان ناصرالدین شاه. حتی استادی در دانشگاه بوستون اینو گفته، در زمان ناصرالدین شاه وقتی ناصرالدین شاه میخواست فرنگ بره، نمیدونم یکی از اون همکاراش به نام میرزا فلان، ایشون فرنگ رفته بود، میاد آداب پذیرایی غذا خوردن رو به ناصرالدین شاه یاد میده. ناصرالدین شاه مهمونی میده و میزی میچینه و وزرا و وکلا رو دعوت میکنه و همه آستینای خودشون رو کثیف میکنن، بلد نبودن از کارد و چنگال استفاده کنن. ناصرالدین شاه اصلا این دروغه، این دروغ محض.
شما کافیه توی ایران، تو تهران بری موزه ایران باستان، اونجا شما قاشق سیمین زرین میبینی، ظرف‌های اردوف خوری میبینین. ما در زمان اشکانیان بهترین بلو رو داشتیم و صادر میکردیم و در اون زمان، در زمان ایران باستان، خود چینی ها میومدن ایران ظروف چینی رو میخریدن. متاسفانه ما این فرهنگ رو از دست دادیم. من به هر حال شروع کردم 40 سال از کار کردن من میگذره، تا اینکه سال 1387 بود یه تقاضایی از دفتر نهاد ریاست جمهوری داشتیم، این بود که شما بیاین خوراک رئیس جمهورایی که میان ایران رو نظارت کنی. من رفتم اونجا، وقتی رفتم توی آشپزخونه نگاه کردم، دم ای پرسنلی که دارن کار میکنن خب خیلی نکات بهداشتی رو رعایت نمیکنن. گوشت باکتری داره، شما چاقوی گوشت قرمز رو بزنیم به گوشت سفید، باکتری اینو به این منتقل کردیم، با پختن از بین میره، نمیتونی دستمال بکشی تمیز کنی، روش سبزی بریزی پاک کنی، سبزی میکروب داره. میدونی من نگاه کردم فردا یه اتفاقی میفته. کی بود ناظر اینجا؟ مینایی بود. من ناظر اجلاس عدم تعهدا هم بودم. از آقای پاسبانیان عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من این کارو نمیتونم بپذیرم. اون روز تو کاخ قرمز 1 ساعت من تو حیاط راه میرفتم، گفتم الان دوربین منو بگیرم میگن این دیوونه است، چرا داره اینجوری میکنه. خودم به خودم گفتم ببین، این تو هستی که موفق نبودی. اگر موفق بودی الان بالاترین جای کشورت یه همچین اتفاقی توش نمیافتاد. ببینی من فکر میکنم همیشه ما به جایی که ایرادو از دیگران بگیریم بهتره بیایم اول خودمونو بررسی کنیم. من ادعا داشتم که استاندارد سازمان فنی حرفه‌ای رو نوشتم، کتاب نوشتم، ال کردم. همش ادعای پوچ بود، همش ادعایی بود که این استانداردها هیچ اصول درستی نداشت. اونجا بود که تصمیم گرفتم، گفتم ببین باید یه تغییری به وجود بیاریم در چند سال آینده بتونیم وضعیت ایران رو درست کنی و بعدش بتونی احیا کنی خوراک ایران و خارج از توی خاورمیانه. شروع کردم مجدداً استاندارد نوشتم، استانداردهای استرالیا رو گرفتم، کانادا رو گرفتم، 27 نفر آدم گرفتم. واقعاً شبهایی بود که شاید در شبانه روز 1 ساعت من میخوابیدم و استاندارد مدرک طلایی سرآشپزانه نوشتم. رفتم ثبت اختراع کردم به خاطر اینکه نمیخواستم این بشه یک مدرک که هر کس این علمو نداره بتونه این مدرک رو بده. به عنوان اختراع هم به ثبتش رسوندم و شروع کردم این استانداردها رو آموزش دادم و امروز الانم با دانشگاه خارزمی قرارداد بستیم که بیایم MBA و DBA این رشته رو بدیم. ببینین عزیزان، در کل این ماجرایی که برای شما عزیزان من میگم، از این داستان من یک جمله رو میخوام بگم، اونم چیه؟ اونم داشتن هدف. همه شما افرادی هستین که تحصیلاتتون از منم بالاتره و یا دارین تحصیل میکنین. خب اگر تو فیلمای مدیریتی دیده باشین، زمانی که یک ببر رو نشون میده، این ببر یک گورخری رو هدف میکنه، دنبال این گورخر میدوه، ده ها گورخر از کناره این میاد رد میشه، به هیچ کدوم نگاه نمیکنه، فقط میرسه هدفش رو میزنه. میدونیم ما دانشگاه میریم نمیدونیم میخوایم چه کاره بشیم. من توی مؤسسم هیچ کسی رو ثبت نام نمیکنم مگر اینکه بیان جلسه معارفه به من بگن هدفشون چیه. نمیدونیم میخوایم چه کار کنیم، میریم همجوری روانشناسی دوره میگذرم، بعد لیسانس میگیریم میام بیکاری، فوق لیسانس میگیریم چیکار کنم حالا. اگر ما هدفمون رو تعریف کنیم و پیگیرانه، من خیلی پررویم، من اگر 1000 دفعه بخورم زمین اصلا برام مفهومی نداره، باز بلند میشم حرکت میکنم.
برای همین امروز این افتخار رو پیدا کردم که در خدمت شما عزیزان باشم. منم یه آدمی مثل همه آدم ها بودم، ولی هدف داشتم، پیگیرانه دنبال هدفم رفتم. امیدوارم امروز جلسه باشه برای عزیزان، دانشجوهای عزیز، کسایی که هدفشون رو مشخص نکردن هدف رو مشخص کنن. ببینید عزیزان، من الان دیبیه کسب و کار دارم، خب؟ ولی باز دانشجو ترم دوم زبانم در سن 58 سالگی. دانشگاه علم کاربردی واحد سیستم. چرا؟ چون اگر میخوام خوراک ایرانو احیا کنم، من با 27 سفیر تعامل داشتم، همیشه با مترجم میرفتم، باید خودم بتونم حرف بزنم، باید خودم اون حسم راجع به غذام بگم، راجع به کشورم بگم. هدف تعیین کردم، تو این سن و سالم دانشگاه میرم. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادیم، لطف کردیم. با اجازه. مرسی.